در ارتباط دوره آموزشی در خدمت دوستان عزیز خواهم بود. البته این دوره آموزشی دوره 5 درس هست که پیش از اینکه وارد مباحث مرتبط و مربوط به درس اول بشیم، یک توضیحات مختصری در ارتباط با آموزش و این دوره آموزشی خدمت عزیزان عرض می‌کنم. در این آموزش تلاش می‌کنیم درباره تغییرهای اساسی سازمان‌ها بحث و بررسی انجام بدیم. همچنین به این موضوع می‌پردازیم که چرا افراد و سازمان‌ها در برابر پدیده تغییر مقاومت می‌کنند و اینکه چگونه می‌تونیم این مقاومت رو در هم بشکنیم. هدف کلی این دوره آموزشی عبارت است از آشنایی با چگونگی اجرا و پیاده‌سازی تغییر در سازمان با استفاده از مدیریت مطلوب و پایدار در جهت رسیدن به هدف‌های سازمان، افزایش بهره‌وری درون سازمانی و همینطور ارتقاء کارایی‌های فردی منابع انسانی شاغل در سازمان. اهمیت و ضرورت برگزاری این دوره آموزشی و بحث درباره محورهای مطرح در اون از اونجا ناشی میشه که به طور مسلم سازمانهای پیشرو برای همگامسازی خودشون با محیط در حال تغییر پیرامون نیازمند چابکسازی هستند. به هر حال باید بپذیریم که همه سازمانها محیطی در اطراف خودشون دارن که از بیرون به درون سازمان تأثیراتی وارد میکنه و برای اینکه سازمانها بخوان در مقابل محیط در حال تغییر که دارای تحمیل هایی به درون سازمان هست مقاومت بکنن، نیازمند سیاست و استراتژی پیشروی به سمت چابکسازی هستند و این امر با اجرای تغییرهای مطلوب در سازمان میسر خواهد شد. البته مدیریت کارا در راستای اجرای تغییرهای ضروری در سازمان باید بتونه بر مقاومت هایی که در راستای تغییرهای ایجاد شده توسط منابع انسانی بروز میکنه پیروز بشه، فائق بیاد، مسلط بشه تا به اهداف عالی خودش بتونه دسترسی پیدا بکنه. در انتهای بحث باید خدمت شما عرض بکنم که مخاطبان این دوره آموزشی علاقمندان و دانشجویان رشته های کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA در گرایش های رفتار سازمانی، منابع انسانی، استراتژی و فناوری و همینطور رشته کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA در رشته کشاورزی و صنایع غذایی هستند که البته مطالب این دوره بر اساس سرفصل های مصوب وزارت علوم تنظیم و ارائه شده. و در انتهای بحث باید خدمت شما عرض بکنم که ما در ابتدای هر درس سرفصل های اون درس رو در ابتدا بحث میکنیم و شما متوجه میشین که با چه موضوعات و سرفصل ها و چه خط مش علمی روبرو خواهید شد و در وسط درس و در حتما انتهای درس ما تست های 4 گزینه‌ای خواهیم داشت که شما به این تست ها سعی میکنیم جواب بدیم و در نهایت من پاسخ تشریحی رو خدمت شما عرض خواهم کرد. خب من با اجازهتون درس اول رو میخوام شروع بکنم و راجع به سرفصل های مورد بحث در درس اول میخوایم بحث و بررسی داشته باشیم. از فراگیران انتظار میره بعد از مطالعه این درس بتونن ماهیت تغییر رو شرح بدن، انواع تغییر در سازمان رو برشمارند، مدیریت تغییر رو تعریف بکنند، اصول مدیریت تغییر در محیط کار رو ذکر بکنند، مزیت‌های مدیریت تغییر برای سازمان و افراد رو توضیح بدن، مراحل فرایند تغییر و تحول رو شرح بدن و در انتهای درس اول سطح‌های مدیریت تغییر رو بیان بکنن. خب با این سرفصلی که مورد بحث قرار گرفت، اولین بحثی که مورد صحبت ما خواهد بود ماهیت تغییر و تعریف اون هستش. در عصر حاضر سازمان‌ها به صورت فزاینده‌ای با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه هستند و به منظور بقا و پویایی خودشون مجبورن که خودشون رو با تغییرهای محیطی پیرامون سازگار بکنن. به بیان دیگه با توجه به سرعت شتابنده تغییرها و تحولهای علمی، تکنولوژیک، اجتماعی، فرهنگی و موارد چنینی در عرصه حاضر، سازمانهای موفق و کارآمد محسوب میشن که علاوه بر هماهنگی با تحولهای جامعه امروزی بتونن مسیر تغییرها و دگرگونیها رو هم در آینده پیشبینی و پیشگویی بکنن و قادر باشن که این تغییرها رو در جهت ایجاد تحولهای مطلوب برای ساختن آینده بهتر هدایت بکنن. در دنیای رقابتی و پرتغییر امروزی، ضرورت تغییرهای سازمانی یکی از شرایط اساسی موفقیته. باید بپذیریم که سازمانها در پیرامون خودشون با تغییرهایی مواجه میشن و این که شما بتونید با اون تغییرها سازگار بشین، این تغییرها رو بشناسین و اونها رو پیش بینی بکنین و به این ترتیب سازمانتون با استراتژی چابکسازی هدایت و رهبری بکنین، این عامل و یکی از شرایط اساسی موفقیت سازمان میتونه محسوب بشه. با این وجود سرعت این تغییرها به دلیل مقاومت برخی از کارکنان سازمانها و منابع انسانی در برابر اون تغییر کافی نیست و باید بپذیریم که همیشه در مقابل تغییر یک سری مقاومتها و مخالفتهای وجود داره و بسیاری از سازمانها در چنین Nếu mà ví dụ là 2 tiếng
lần đã làm cái gì là cái ngắn là khổ ghê, ra tôi nói cái đống chỗ bị rách nhà cháu chút chưa lần.